جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در یک تصمیم غیر مترقبه روز جمعه 11 فوریه سال روان با امضای یک فرمان قسمت از ذخایر ارزی افغانستان را به گونه مشروط آزاد کرد که واکنش‌های متعدد در داخل افغانستان و همچنان در بیرون از افغانستان مواجه شد. در داخل کشور رئیس جمهور پیشین حامد کرزی از جو بایدن خواست که در تصمیمش درباره پول منجمد شده افغانستان تجدید نظر کند و خواهان برگرداندن تمام این پول‌ها به افغانستان شد. تصمیم خدا برعکس بود. تمام پول افغانستان برگردانن به مردم افغانستان. این پول برای ازی نیست که مصرف شد. اگر انتقال قدرت از طریق یک لوی جرگه و پروسه سلح صورت می گرفت، امروز پول ما بسته نمی شد، گم نمی شد. وی به حالت که امروز دچار هستیم و مردم از کشور فرار می کنند نمی رسیم. ولی این موضوع بسیار وسیع است که به موقعش انشاءالله در این مورد صحبت می کنیم. باز زودترین فرصت تمثیل ارادی ملی مردم افغانستان شد. یک نشست شاه بین مردم افغانستان، جرگه دایر شاه، در او خط مش و راه مردم افغانستان به طرف آینده، آینده بهتر تعیین شد. ذخایر ارزی یک کشور به هدف تطبیق سیاست‌های پولی، تسهیل کاروبار و تجارت با جهان و به منظور استحکام نظام مالی یک کشور در بانک‌های جهان ذخیره می‌گردد و به باور کارشناسان این پول برای مصرف نبوده و هدف آن حفظ و بقای ارزش افغانی در مقابل اسعار خارجی می باشد. در این مورد آقای احمد سعیدی که روز قبل در برنامه تلویزیونی اشتراک نموده و نسبت به تصمیم ایالات متحده آمریکا در قبال مردم افغانستان اشک ریخت، با من نظیر عظیم کریمی نیز صحبت نموده و گفت که اگر اینکه ذخایر ارزی افغانستان به هدف غیر از آن چه است مورد استفاده قرار گیرد، بدون شک ضرر آن برای مردم افغانستان بسیار غم انگیز می باشد. می ظلم تنها به طالب نمیگم، شاید طالب بخونه پیدا کنه، شاید از مالی پیدا کنه، از پولی که اون پیدا کنه، ولی مردم فقیر افغانستان چی کنه؟ مردم بیچاره که برو دار باورهای این بود که بالاخره آسته آسته امریکا مجموعی پولهای افغانستان که در بانکهای امریکا مسدود شده بود اینا رو آزاد خواهد کرد، وضع اقتصادی مردم افغانستان بهبود خواهد یافت. متاسفانه روز گذشته جو بایدن 7 میلیارد دلار افغانستان را آزاد کرد اما شروط مختلف. یک، از جمله همین 7 میلیارد دلار 3.5 میلیارد از او را توسط مؤسسات خصوصی انجوها به نام کمک های بشردوستانه برای افغانستان تخصیص داد، نه از طریق بانک های رسمی دولت افغانستان و نه از طریق طالبان، و از سوی دیگر 3.5 میلیارد دیگه اون را تخصیص داد که بعد از فیصله محاکم امریکایی برای کسانی که در 11 سپتامبر امریکایی های خسارمند شدن به نام خساره به اونا پرداخت شد. هیچ پولی متاسفانه از پول مردم افغانستان از طریق طالبان یا از طریق بانک های رسمی به دسترس مردم افغانستان قرار نگرفت. حال باور دارم که چی باید کرد؟ تشویش اینجا است که بعد از این تصمیم جو بایدن و بعد یکی را امضا کرده و هدایت داده، شاید قیمت اسعار در افغانستان سرسام‌آور بالا بره و سیستم بانک ها به چالش های بزرگ مواجه شه، فقر، ناتوانی و بیچارگی مردم افغانستان نسبت به گذشته زیادتر شه. من نمیدانم که کسانی که حال خور زمامداران افغانستان میگویند چی تصمیم میگیرند و چی کرده میتونند. فکر میکنم که چیزی کرده نمیتونند غیر از اینکه اعتراض کنند و تاسف کنند. بلان امریکا اون چی که میخواست عملی کرد، یعنی به این معنی که هنوز امریکا آماده نیست با طالب اشتی کند و بخواهد که طالب حکومتی داشته باشه که در او اقتصادی خوب باشه، مردم آرامش داشته باشه. من متاسف هستم. اما پاکستان از این تصمیم جو بایدن استقبال نموده و گفته است که از اینکه هیچ چیز آزاد نمیشد، اگر نیمه آن هم آزاد شد خوب است. اما کارشناسان این استقبال پاکستان را دشمنی پاکستان با مردم افغانستان عنوان نموده میگویند که چون افغانستان من ایسی یک کشوری که بسیار زیاد وابستگی به واردات دارد،
اگر این پشتوانه پولی افغانی به مصرف برسد، بدون شک آن روز دور نخواهد بود که یک دلار آمریکایی به بیشتر از 200 افغانی برسد که در آن صورت ضرر بیشتر و غیر قابل تصور متوجه مردم افغانستان خواهد بود. دی افغانستان بانک یا بانک مرکزی نیز با نشر اعلامیه تصمیم اخیر ایالات متحده آمریکا در خصوص مسدود نمودن ذخایر ارزی و اختصاص آن به اهداف غیر مرتبط را در حق مردم افغانستان غیر عادلانه دانسته و گفته است که هیچگاه نمیپذیرد ذخایر ارزی افغانستان تحت نام غرامت یا کمک‌های بشری به اختیار دیگران قرار داده شود و خواهان تجدید نظر در این زمینه و آزادسازی تمام ذخایر ارزی است. نظیر عظیم کریمی، اینکه میدیا، مقر کاخ سفید، واشنگتن دی سی.